امروز با مگی عزیز هستیم که کارشناس امور بانکی هستن در تورنتو، سالها سوی بانک کار میکنن و میخوایم راجع به سرویس ها و خدماتی که بانک با شرایط و استاتوس های مختلف و مهاجرا بهشون میده صحبت کنیم. ما برای استاتوس های مختلفی که داریم خدمات مختلفی هم هر بانکی داره. استاتوس های مختلف ویزیتورن، استادی پرمیت، ورک پرمیت و رفیوجی هستن و پرمن رزیدنت هستن که اینا بر اساس سوشال اینشورنس نامبری که دارن، ویزیتورا که اصلا سوشال اینشورنس ندارن ولی ورک پرمیت، استادی پرمیت و رفیوجی ها سوشال اینشورنسشون با 9 شروع میشه و پی آر ها که خب با تو انتاریو با 5 سوشال اینشورنس نامبر ها شروع میشه، خدماتشون متفاوته. چکینگ اکان و سیوینگ اکان خدماتش یکیه برای همه، به خاطر اینکه سیوینگ ویزیتور رو نمیتونن باز کنن، اینوستمنت نمیتونن انجام بدن، ولی چکینگ اکانت برای همه مساوی. البته بعضی بانک‌ها چکینگ اکانت هم باز نمیکنن برای ویزیتورها، آره. ولی برای استادی پرمیت، ورک پرمیت و رفیوجیا چکینگ اکانت و سیوینگ اکانت معمولیه، ولی قسمت ویزا کارت چون تمپوراری ویزا هستن، کردیت کارتشون بعضی وقتا بعضی بانک‌ها لاک میکنن، یعنی میشه سکیور کردیت کارت. آها، این فرق کردیت کارت برای استاتوس های مختلفه. پس دقیقا یه سری از آدم ها فقط میتونن سکیور کردیت کارت داشته باشن و یه سری ها میتونن کردیت کارت معمولی داشته باشن. آره، کردیت کارت معمولی، پی آر ها میتونن کردیت کارت معمولی، پی آر کسایی که ایمیگرانت هستن، ولی کسایی که استادی پرمیت، ورک پرمیت و تمپوراری ویزا هستن، بعضی از بانک ها نمیدن اصلا کلا، بعضی از بانک ها میدن، خیلی سخت میدن بدون اینکه سکیور کنن و بعضی از بانک ها لاک میکنن پول خودشون. این پول خودشون منظورت چه مبلغ؟ $500 تا $5,000. پولشون جایی نمیره، یعنی پولشون تو حساب خودشونه، نشون داده میشه توی اکانتشون ولی نمیتونن استفاده کنن ازش. برای مدت محدود، تا وقتی که کردیت سکورشون بیلت آپ بشه و بتونن بگیرن. چیزی که پیش میاد اینه که کردیت کارت رو فکر میکنن بعضی کلاینت ها، اگه که سکیور کردیت کارته پول خودمونه، خب نمیدیم، ریپی نمیکنیم، پیمنت انجام نمیدیم روش. نه، این وقتی میره روی کاتگوری کردیت کارت، عین قانونای کردیت کارت اپلای میشه براش. یعنی باید ماهیانه حتما بدن. بعضی از پی آر هم سکیور کردیت کارت میگیرن، دلیلش اینه که کردیت اسکورشون خراب شده، آردی اتفاق افتاده، پیمنت نداشتن، مشکلی پیدا کردن، نتونستن، مجبورن سکیور کردیت کارت بگیرن تا دوباره کردیت کارتشون بیلد آپ بشه. خب اینکه گفتی پرداخت نمیکنن برام جالب بود. یعنی شاید خیلی از آدما ندونن که اگر کردیت کارتشون رو پرداخت نکنن یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار چه اتفاقی برشون میفته و اینکه آره. چی کار کنن که با اگر پول ندارن پرداخت کنن، چی کار کنن که لطمه به کردیتشون نخوره. دقیقاً، بسیار سوال جالبی کردی. کردیت کارت اونایی که حالا حتی سکیور میذارن یا اونایی که سکیور نمیذارن و معمولی میگیرن، یه پولیه که شما در مقابلش مسئولیت 100% دارین که پیش کنین هر ماه. خب مثل این میمونه که میخوان شما رو بسنجن که آیا شما انقدر ریسپانسیبل هستین که از این پول خوب تیکر کنین و مراقبت کنین از این پول، که بعد کردیت های بیشتر بهتون بدن، لاین آف کردیت بهتون بدن، مورگیج بهتون بدن، لون خونه بدن، این بدن، اون بدن. خب بنابراین باید پیمنتاش به موقع باشه. چجوری باید پیمنتاش به موقع باشه؟ اونایی که ندارن و حس میکنن خیلی بدهی دارن روی کردیت کارتشون، باید مینیموم پیمنت رو 100% ماهیانه بدن و یه بالانس مانسلی بالانس که خود توی استیتمنتشون میتونن ببینن. اونایی که دارن باید مانسلی بالانس ماهیانه بدن، اونایی که ندارن مینیموم پیمنت رو باید 100% بدن. اگه چند تا مینیموم پیمنت ندن و لیت پیمنت بهشون بخوره، شروع میکنن لتر فرستاده، بانک براشون لتر میفرسته و این لتری که بانک براشون میفرسته میفرستتشون کلکشن ایجنسی. بعد چند وقت کلکشن ایجنسی یه ترد پارتیه که از طرف بانک میاد بدهی بانکو میگیره ازشون و اگه که این بدهی بانک این بره تو کلکشن ایجنسی، تا 7 سال کردیت اسکورشون روین میشه. راحت نیست دیگه وقتی کلکشن ایجنسی زیر اسمتون باشه، به این راحتی نیست که بتونین دیگه اونو پاک کنین. خب حتی اگه اشتباه این باشه، اشتباه اون باشه، دیگه پاک نمیشه، شما مسئولشین.
خب بنابراین بیل پیمنت هم همینطوره، عین کریدیت کارت میمونه. هر بیل پیمنتی اگه دیر بشه میفرستن بعد چند وقت کلکشن ایجنسی و این باعث میشه کریدیت اسکور خراب میشه. تا 7 سال نه مورگیج میتونین بگیرین، نه لاین اف کریدیت میتونین بگیرین، هیچ کاری دیگه نمیتونین بعدش. ولی اگه اون مینیمم پیمنت رو پرداختن کریدیتشون آسیبی نمیرسه حتی برای مدت طولانی. نه آسیب، ببین کریدیت اسکور میاد پایین، رو بدهی زیاد و مینیمم پیمنت طولانی دادن و اصل پولو ندادن، ولی آسیب نمیزنه. نه خب بنابراین خیلی باید مواظب باشن که نگاه کنن مینیمم پیمنتشون چیه و حتما ماهیانه اون مینیمم پیمنت رو بدن. همینجوری که بهت گفتم مثل بیل پیمنت هاشون سر موقع باید بدن، مثل ماشین نمیدونم که ماهیانه باید حتما اینستالمنت هاشون رو بدن. اینا چیزاییه که کریدیت اسکورشون رو میبره بالا. چون من دقت کردم ایرانی خیلی سوال دارن چجوری کریدیت اسکورمون رو میتونیم ببریم بالا. خاطر اینکه خیلی هاشون در بند ورود دلشون میخواد که وام بانکی بگیرن، خونه بخرن. میخوام ببینم که اصلا کسایی که ویزیتورن یا استادی پرمیتن یا ورک پرمیتن میتونن وام بانکی بگیرن برای خرید خونه که همون اسمش مورگیج دیگه درسته؟ آره آره، یه فرقی داره. ویزیتورها نه، ویزیتورها لندینگ و باروینگ زیر اسمشون انجام نمیشه، زیر اسمشون بده پول بانک نمیده. تمپوری ویزاها مثل استودنت استادی پرمیت باروینگ باز زیر اسمشون انجام نمیده، ولی اینوستمنت میتونن انجام بدن، ولی باروینگ یعنی نمیتونن مثلا لون بگیرن با سوشال اینشورنس های ناین. خب و مورگیج هم همینطوره. ولی به مرور که کردیتشون بیلت آپ میشه، یواش یواش بانک های مختلف چون میبینن که این کردیت بیلت آپ شده، درسته کردیت سکور بالاه، شروع میکنن بهشون پری اپرووال دادن. بر اساس اون کردیت سکوری که دارن مثلا میرن یه بانک دیگه و میبینن اکانتو که باز کردن یه پری اپرووال ویزا دارن بدون اینکه لاک کرده باشن پولشو. اون بر اساس اون پیمنت هایی که خوب انجام دادن و این باعث میشه که اسکورشون بالا رفته باشه، لاین آف کردیت حتی پری اپرووال میگیرن، خیلی چیزا رو پری اپرووال میگیرن. ولی پرمننت رزیدنت ها بله، و قانونش هم اینجوره که نیوکامر ها اگه 35% بذارن، از قانون ها بستگی به بانک های مختلف داره، ولی اصولا اینجوریه که 35% بذارن بله خیلی راحت میتونن مورگیج بگیرن. پی آر کارت ها پری اپرووال که میگی خودشون در واقع منظور این تیکه است که خودشون پیشنهاد بد میکنن، سیستم جنریتده بر اساس اسکور خوبه. خب یعنی اگر من توی از حساب بانکیم بهم پیشنهاد لاین آف کردیت کنن، این نشون میده که من حساب اسکور خوبی داری. دقیقا. ما میتونیم این اسکور رو از طریق بانک بفهمیم چه جوریه، چه راههایی برای فهمیدن اینکه اسکور کردیتمون چقدر وجود داره؟ کردیت اسکورتون رو وقتی میخواین چک کنین چند تا ایجنسی هست که میتونین چک کنین. یکیش ایکویفکسه که میتونین برین، یه مقدار پول خیلی کمی هم میگیره و بهتون هم اسکورتون رو میده هم ریپورتتون رو میده. یکی از اشتباهایی که من دقت کردم ایرانی ها خیلی زیاد میکنن وقتی جدید میان اینجا و نمیدونن، خبر ندارن، مثلا میرن کار دیلرشیپ ماشین میخوان بگیرن، چند جا میرن اپلیکیشن پر میکنن، هر بار کردیت دقیقاً هر بار کردیت چک میشن و نظرشون عوض میکنم. خب حالا تویوتا آره دقیقاً من این ماشین رو نمیخوام، اون ماشین رو میخوام. دستا که قبلش انتخابتون رو بکنین، برین ماشین رو بخرین، ولی برگه‌ای پر نکنین. هر امضایی که میدین و کردیت اپلیکیشنی که برای شما پر میشه، یک کردیت اینکوایری میشه، این اسکورتون رو میاره پایین. من دیدم که میرن 5 6 تا 7 تا جای مختلف ماشین میخرن، یا مثلا میرن راجرز یه آفر بهتر بل بهشون میده، اون راجرز رو کنسل میکنن میرن بل میگیرن. اینا اینکوایریه، اینا کردیت اسکورتون رو میاره پایین. بل برای اینترنت بهت میگن که کردیت رو چک میکنیم، اما این سافت چکه. میخوام ببینم اصلا همچین چیزی وجود داره؟ این سافت چک چیه که مثلا یه چک معمولی میکنیم؟ نه اونجوری که فکر میکنی نیست. ببین آره، یه هارد چکه یه سافت چکه، در نهایت هر دوتاش در حد معقول تو کردیت اسکور باشه معقوله، چون هر آدمی نیاز داره، میره مورگیج میگیره، میره ماشین لیز میکنه. اگه تعداد زیاد توی یک سال انجام بشه، این دراپ میکنه یهو کردیت اسکور. نه، تحقیقاتونو قبلش بکنین بعد برین اپلیکیشنتون رو پر کنین. حتی بانک هم همینطوره. میدونی چی میگم؟ میخوان برن بانک برای هر اپلیکیشنی که بانک براتون میزنه، البته سیگنیچر ازتون میگیره، حتما باید سیگنیچر داشته باشه، ولی کردیت اسکور چکه. خب
بنابراین اگه که دارین میرین یه لاین آف کردیت بگیرین، قبلش فکر کنین که میخواین این لاین آف کردیت رو، میرین اپلیکیشن پر میکنین میگیرین. این که برین 5 تا بانک برین اپلای کنین ببینین میشه نمیشه، اینا اسکورتون رو میاره پایین. مرسی از توضیحاتت، خیلی توضیحات خوبی بود در مورد کردیت کارت. من میخوام از دوستامون اینجا بخوام که اگر سوال بیشتری دارین میتونین توی کامنت برامون بذارین. اگر علاقه مند بودین میتونیم بعدا مفصلتر راجع به سرویس های بانکی با هم صحبت کنیم با مگی عزیز. مرسی عزیزم، مرسی از دعوتتون بازم. مرسی، روز خوبی داشته باشین.